یک گزارش جدید نشان می‌دهد که برخی از خودسازان جهانی به دلیل فشارهای دولت چین استانداردهای ضعیفی از حقوق بشر را برای سرمایه های مشترک خود در چین اعمال می‌کنند استانداردهای ضعیف خطر قرار گرفتن در معرض کار اجباری در منطقه خودمختار سینکیانگ چین که در آن بیش از یک میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های قومی در معرض بازداشت دست جمعی و سایر اشکال آزار و اذیت قرار گرفتند افزایش می‌دهد در سالهای اخیر چندین تحقیق بین المللی نمایانگر شواهدی از کار اجباری در سینکیانگ بودند برخی از این پژوهش ها هشدار می که زنجیره های تأمین برخی از صنایع مانند صنایع پنل های خورشیدی و خردسازی ممکن است از کار اجباری در سینکیانگ تولید شده باشد با توجه به اینکه حدود 15 درصد از آلومینیوم تولید شده در چین از سینکیاین تأمین می شود گزارش های معتبر برخی شرکت ها و دولت ها نشان می دهد تولید کنندگان آلومینیوم در این منطقه در نقل و انتقالات از نیروهای کار آیغورها بهره می گیرند در این گزارش آمده است ارتباط بین سینکیانگ، صنعت آلومینیوم و کار اجباری از جمله سیاست های تحت حمایت دولت چین است که اویغورها و اعضای دیگر جوامع مسلمان ترک را مجبور به انجام این گونه کارها در سینکیانگ و سایر مناطق می کند. و طبق شواهد به دست آمده از منابع دولت چین، کارخانه‌های زوب آلومینیوم در سینکیانگ در استفاده از نیروی کار اجباری مشارکت داشتند. علی تلاش تلاش‌های دولت و شرکت‌های دیگر کشورها برای جلوگیری از قرار گرفتن زنجیره‌های تأمین مایحتاجانان توسط عوامل کار اجباری از سینکیانگ، برخی تحلیلگران بر این باورند که این شرکت‌ها و دولت‌ها باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خریداری هر چیزی که در منطقه اویغور تولید می شود به طور جزئی یا کلی خودداری کنند تا اطمینان حاصل کنند که محصولاتشان با کار اجباری اویغور تولید نشده است.